در آینده نه چندان دور انسان‌ها میتونن ربات‌هایی رو بخرن که این ربات‌ها حکم حیوان خونگی رو دارن براشون. بعضی از این ربات‌ها هم احساس دارن و دختر رو باشون یه سری حرکت‌ها میزنن. تو ادامه این ویدیو انواع اقسام ربات‌ها رو خواهیم دید. تو ادامه ویدیو اسپویلر هستش، پس مواظب باشید. یه زن جوان روسی به اسم سوتا با دوست پسرش بوریا توی آپارتمان زندگی می‌کنن. سوتا از شغل قبلیش که توی نمایشگاه ماشین بود استعفا داده و می‌خواد که برای کاری توی شرکت رباتیک بره برای مصاحبه. رئیس سوتا یعنی سرگویچ هوش سوتا رو تحسین میکنه و برای عرضه بعدی اونو به عنوان مدیر استخدام میکنه. سوتا با خوشحالی برمیگرده خونه، اما توی خونه میبینه که دوست پسر بدنساز و اینفلوئنسرش داره توی آشپزخونه ورزش میکنه. اسم دوست پسر سوتا بوریا هستش. در حال صحبت با هم دیگه هستن که یه دفعه صدای از همون میاد و بوریا به دروغ میگه که این یه مشتریه، ولی چند دقیقه بعد مشخص میشه که اون یه دختره و با یه حوله اومده بیرون و اینجوری دروغ بوریا برملا میشه. سوتا با چشمای گریون به دوست پسرش نگاه میکنه و بهونه‌هاش رو گوش میده. سوتا میبینه که بوریا یه بسته کاندوم رو با پاهاش مخفی میکنه ولی چیزی نمیگه. تابلویی که بوریا داره به سوتا خیانت میکنه، ولی سوتا از نظر احساسی به بوریا وابسته است، واسه همین نمیتونه که باهاش کات کنه. وقتی که اون دختره میره، بوریا توی سکوت کامل برای هر دوشون صبونه درست میکنه. بوریا که از این سکوت عصبی میشه، از سوتا میخواد که حرف بزنه و بهش ناسزا بگه چون که حقشه. سوتا میگه که رابطهشون خوبه و مشکلی نداره، که این حرف بوریا رو بیشتر از قبل هم حتی عصبانی میکنه. بوریا از سوتا میخواد که با دمپایی بزنه لهش کنه، ولی سوتا قبول نمیکنه. این دیگه واقعا اعصاب بوریا رو خیلی خرد میکنه و سر خودش رو میکوبه با یخچال و بعدش هم دمبلش رو از پنجره پرت میکنه پایین. دمبلش میفته روی ماشین یه بنده خدا و حالا باید خسارت بدن. بوریا با اینکه مقصره، ولی با یارو بحث میکنه. وقتی که سوتا از بوریا میخواد که بس کنه، بوریا باهاش به هم میزنه و از اونجا میره. سوتا خیلی ناراحت میشه و بیشتر اوقات داره گریه میکنه. فرداش اولین روز کاریشه. همکارش وید تمام کارهایی که باید بکنه رو براش توضیح میده. اولین وظیفه‌ش اینه که ربات‌های انسانمانند رو از جعبه بیرون بیاره. اونا رو با تبلتشون همگام سازی کنه و شماره مدلشون رو ازشون بپرسه. بعدش بعد بارکد پشت گوششون رو اسکن کنه و اونا رو بفرسته به اتاق 21 برای ارزیابی. ربات‌ها انقدر شبیه انسان ساخته شدن که نمیشه تفاوتشون رو تشخیص داد و هر کدوم یه شخصیت و استعداد دارن تا هر مشتری طبق سلیقه‌ای که داره اونا رو انتخاب کنه. جعبه اول یه بدنساز داخلشه. سوتا اون رو با تبلت همگامسازی میکنه. یو گردنش که تا الان از جنس آهن بود شروع به تغییر میکنه و شبیه به پوست انسان میشه. ربات چشم باز میکنه و سوتا رو میترسونه. اون نمیدونه که از اینجا به بعد باید چیکار کنه که ربات باهوش خودش راهنماییش میکنه. سوتا هم بارکد رو اسکن میکنه و اونو میفرسته به اتاق ارزیابی. داخل جعبه دوم یه ربات مدله که خیلی هم خوشگله. سوتا همون کارا رو میکنه و میفرستش اتاق ارزیابی. دیگه کم کم قلق کار اومده دستش و چند تا ربات آشپز، سیاستمدار، خدمتکار و چند تای دیگر رو باز میکنه و میفرسته. بعد از اون نوبت میرسه به یه ربات به اسم فرند و یا همون دوست که نمیخواد شماره مدلش رو به سوتا بگه. و بعدش هم نمیخواد حتی از جاش بلند شه چون که ادعا میکنه که یه خواب بد دیده. سوتا فکر میکنه که رباتی نقص فنی داره و ازش میخواد بره به اتاق تخلیه، ولی ربات میگه که ترسیده. و بعدش هم میگیره اون رو بغلش میکنه. سوتا ویت رو در جریان میذاره. ویت بعد از بررسی متوجه میشه که ربات ارور یا خطای 102 رو داره. ربات میترسه چون که این یعنی ممکنه که اونو برای همیشه خاموش کنن. واسه همین به خاطر کوتاه بودن زندگی شروع میکنه به گریه کردن. حتی موقع گریه کردن هم از زیبایی سوتا تعریف میکنه، چون که لاس زدن و صمیمیت از خصوصیت های این ربات هستش. سرگویچ میاد و میگه که میخواد این ربات رو بفرسته به ژاپن، ولی سوتا پیشنهاد میده که به خاطر نقصش اونو با یه تخفیف ویژه بفروشن، که سرگویچ هم اینو قبول میکنه و ازش میخواد که ربات ها رو برای نمایش به مشتری ها آماده کنه. بعدش ربات ها رو میذارن توی نمایشگاه تا مشتری ها بیان و باهاشون حرف بزنن. سوتا کمی مضطربه چون که بعد ربات ها رو به مشتری ها معرفی کنه. اون به فرند میگه که اعتماد به نفس نداره چون که دوست پسرش به تازگی ولش کرده. فرند بهش اطمینان خاطر میده که تو از پسش برمیای. یه زن پولدار میاد اونجا و سوتا اونو به فرند معرفی میکنه. اون زن اولش نمیخواد که فرند رو بخره، ولی وقتی که فرند چند بار ازش تعریف میکنه و مخشو میزنه، نظر زنه هم عوض میشه. فرند چند تا شوخی جنسی هم میکنه دمش گرم. زن پولدار به سوتا میگه که ربات رو براش آماده کنه تا بیاد ببرتش. بعد وقتی که داره با کامپیوترش کار میکنه، فرند میاد و بابت شوخی‌های جنسیش ازش معذرت خواهی میکنه و اون از استعدادش توی فروشندگی تعریف میکنه. بعد از کمی حرف زدن، فرند پیشنهاد میکنه که سوتا اون رو بخره تا بتونن برای همیشه دوست همدیگه بمونن. ولی سوتا میخنده و میگه که من پول کافی برای تو ندارم. بعد از اون فرند لباشو میذاره روی لبای سوتا و اونو میبوسه. اما سوتا خودشو میکشه کنار. بعدش هم همدیگه رو بغل میکنن و از همدیگه خدافظی میکنن.
روز بعد توی شرکت مراسم برگزار میکنن تا ربات ها رو به نمایش بذارن و خوشبختانه بیشتر ربات ها فروخته میشن. سرگویچ خیلی مست کرده و نمیتونه راننده کنه. ویت پیشنهاد میکنه که سرگویچ و سوتا رو برسونه خونه هاشون. توی راه خونه ویت سوتا رو به یک کنسرت که 4 ماه دیگه برگزار میشه دعوت میکنه و تابلوی که از سوتا خوشش میاد. وقتی که میرسن به آپارتمان سوتا، سرگویچ اصرار داره که اونو تا اتاقش بدرقه کنه. سرگویچ روی مبل خوابش میبره. سوتا هم نمیخواد بیدارش کنه و خودش میره روی تخت میخوابه. وقتی که روز بعد میره سر کار، میبینه که اون زن پولدار فرند رو خریده و برده. با اینکه اولین فروشش محسوب میشه و باید خوشحال باشه، ولی حس خوبی به این قضیه نداره. همون لحظه پیام از فرند دریافت میکنه که توی این پیام ویدیویی از سوتا بابت اینکه دوستش بوده تشکر میکنه. بعدش هم شعری که خودش نوشته رو برای سوتا میخونه. سوتا به بهونه بررسی اوضاع ربات به صاحبش زنگ میزنه. فرند پشت تلفن بهش میگه که صاحبش مجبورش میکنه که لباس حیونا رو بپوشه و قبل از قطع کردن میگه که دلش برای اون تنگ شده. روز بعد زن پولدار میاد و از رفتار ربات شکایت و گلایه میکنه. بعدش فرند میاد و میگه که نمیخواد پیش این زن بمونه چون که مجبورش میکنه که لباسای مسخره بپوشه و مثل برده‌ها باش رفتار میکنه. سرگویچ بابت رفتار ربات معذرت‌خواهی میکنه و قول بازگشت وجه رو به زن پولدار میده. بعدش هم با عصبانیت به فرند حمله میکنه چون که چهره شرکت رو خراب کرده. سوتا جلوی سرگویچ رو میگیره و قول میده که خودش ربات رو بخره. پس سه چند روز آینده اون از دوستش کاتیا، مادرش و بانک پول قرض میگیره و فرند رو میاره خونه. شب وقتی که میخوام بخوابم واسه فرند یه اسم انتخاب میکنن. تصمیم میگیرن که اسم ایگور رو برای اون انتخاب کنن. صبح روز بعد ایگور برای سوتا صبحونه درست میکنه. ایگور همیشه برای صبحونه درست میکنه و میفرستدش سر کار و در طول روز کلی هم بهش پیام میده. دوتاشون دارن کم کم عاشق همدیگه میشن. یه شب دوست سوتا یعنی کاتیا بهش میگه که دوست پسرش قرار ازش خواستگاری کنه. کاتیا سوتا و ایگور رو به جشن تولدش دعوت میکنه و از سوتا میخواد که ردیف اول باشه تا خواستگاری رو از نزدیک ببینه. یه روز ایگور تنها توی خونه نشسته که بوریا میاد و ازش میپرسه تو کی هستی؟ ایگور که فکر میکنه که بوریا یه مزاحمه بهش مش میزنه و مشتای بوریا رو جاخالی میده. بوریا که قدرت ایگور رو میبینه اونو به مسابقه بارفیکس دعوت میکنه و همزمان لایو میذاره تا میلیون ها فالوورش اون رو ببینن. ایگور هم پیشنهادش رو قبول میکنه. سوتا لایو رو میبینه و با عجله میره به سمت خونه. اون ایگور و بوریا رو مست جلوی آپارتمانش میبینه. سوتا ایگور رو خاموش میکنه و اون میبره داخل آپارتمان. اون از دستش عصبانه چون که بدون اجازه با دوست پسر سابقش گشته. ایگور از روی حسادت از سوتا میپرسه که هنوز بوریا رو دوست داره یا نه. سوتا میفهمه که این سوالش از روی حسادته و سر همین برای اولین بار همدیگر رو میبوسن. اون شب دوتای میرن جشن تولد کاتیا. دوست پسر کاتیا ازش میخواد که بیاد روی صحنه ولی هیچ وقت خواستگاری نمیکنه. کاتیا که صبرش تموم شده با عصبانیت از دوست پسرش میخواد که حلقه رو دستش کنه. اون که جلوی همه خجالت زده شده گریه میکنه و میره اتاق پشتی. سوتا میره پیشش و از ایگور میخواد که پیشش بمونه تا خود سوتا بره به دنبال دوست پسر کاتیا بگرده. بوریا هم توی پارتی و همه چیز رو داره به طرفداراش نشون میده. دوست پسر کاتیا به سوتا میگه که گی هستش که این حرفو توی لایو اینستاگرام همه میشنون. با هم میرن حقیقت رو به کاتیا بگن ولی میبینن که کاتیا داره برای ایگور پفک خوری میکنه. سوتا عصبانی میشه و میخواد که با یه بطری بزنه به کاتیا، ولی کاتیا جاخالی میده و بطری میخوره به فک ایگور و فکش رو میشکنه. پس اون ایگور رو میبره خونه و از ویت میخواد که صورتش رو تعمیر کنه. کمی بعد بانداج رو از صورت ایگور برمی‌داره و میبینه که ویت کلاً صورتش رو تغییر داده. بدتر از همه این که وقتی که فردا میره سر کار، اون رو اخراجش میکنه چون که ویدیوی کارهای دیشبشون توی فضای مجازی وایرال شده. سوتا با اینکه اخراج شده ولی از سرگویچ تقاضای صورت جدید برای رباتش میکنه، اما سرگویچ قبول نمیکنه. واسه همین با کمک ویت شبونه میرن به انبار و دقیقاً چیزی که میخوان رو بین جعبه‌ها پیدا میکنن. اما از شانس بعدشون سرگویچ رو میبینن که با یه ربات مدل توی تخت و داره اونها رو نگاه میکنه. سرگویچ ویت رو به خاطر اینکه به سوتا کمک کرده اخراج میکنه ولی بهشون اجازه میده که صورت رو با خودشون ببرن. موقع برگشت سوتا دلش برای ویت میسوزه ولی ویت بهش میگه که نگران نباش، من بعدا کاری پیدا میکنم. ویت عاشق سوتاست ولی میدونه به خاطر وجود ایگور نمیتونه که با سوتا باشه. سوتا صورت اصلی ایگور رو بهش میده و به عنوان یه زوج عاشق با هم دیگه زندگی میکنن. با هم یه چنل یوتیوب باز میکنن و به خاطر رابطه منحصر به فردشون خیلی زود معروف میشن. یه روز ایگور توی لایو اینستاگرام از سوتا خواستگاری میکنه که سوتا میگه آره و با خوشحالی بالا پای میپره. توی سکانس بعد سوتا داره میره تا با عشق زندگیش ازدواج کنه. کشیشی که قرار خطبه عقد رو بخونه یه زن خوشگله. کشیش از ایگور میپرسه که آیا حاضر با سوتا ازدواج کنه، که ایگور به جای اینکه جواب بده شروع میکنه لاس زدن با کشیشه. اینم خراب از آب در اومد، یعنی رباتای مردم جنسشون خرابه. بعد از اینکه ایگور از کشیش درخواست شماره میکنه، سوتا صبرش تموم میشه و برمیگرده خونه
چون که توی عروسی خودش تغییر شده. ایگور میره دنبالش و سعی میکنه که این لاس زدن رو به یه باگ یا گریچ توی کدش ربط بده. ولی سوتا تصمیمش رو گرفته. سوتا ازش میپرسه که چرا این کار رو باش کرده که ایگور عصبانی میشه و بهش میگه تو خیلی ضعیف هستی. چند وقت بعد وید میاد و بهشون میگه که خطای 109 در واقع خطا نیستش. یه قابلیتی که توی تمام ربات‌های فرند یا دوست وجود داره. که به خاطر این قابلیت تمام رفتارهای اولین کسی که باهاشون حرف میزنه رو تقلید میکنن. این یعنی که ایگور تا الان داشته از رفتارهای سوتا الگوبرداری میکرده. ایگور با کاتیا رابطه داشت چون که سوتا میخواست که کاتیا دوست پسرش رو فراموش کنه. حتی الان هم داره سرش داد میزنه چون که سوتا هم داره همین کارو میکنه. ایگور میفهمه که اگه توی زندگیش بمونه بیشتر سوتا رو اذیت میکنه. واسه همین کنترل رو بهش میده و از سوتا میخواد که اون رو خاموش کنه و بفرستدش ژاپن. برای آخرین بار همدیگه رو میبوسن و سوتا دکمه رو میزنه. 6 ماه بعد سوتا از خواب بیدار میشه و میره آشپزخونه و میبینه که ویت داره براش آشپزی میکنه. ویت بیشتر از هر کس دیگه سوتا رو دوست داره. موقعی که دارن غذا میخورن بعد از 6 ماه از ایگور یه پیام دریافت میکنه. اون میره توی دستشویی و ویدیو رو پلی میکنه. ایگور میگه که توی ژاپن و اینجا خیلی خوشحاله و میگه که تمام خاطراتی که با هم دیگه داشتن رو یادشه چون که بهترین خاطرات زندگیش هستن. سوتا با خنده ویدیو رو تماشا میکنه و ایگور براش آواز میخونه. خب این بود از این فیلم. امیدوارم که از این فیلم لذت برده باشید. اگه خوشتون اومد خواهشام فراموشتون نشه که لایک و کامنت رو بزنید. خیلی ستون دارم. تا ویدیو بعد خداحافظتون باشه.